به به به، سلام، خوش اومدید به خونه سر. چه خبر رو؟ خوش میگذره؟ سلامتید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، گلاگیاتون سر حال و سرسبز و خونه هاتون هم گلگلی. اگه هنوز سابسکرایب نکردی اون سابسکرایب رو بزن تا با هم فوت و فن نگهداری گیاه مختلف رو یاد بگیریم. تو این ویدیو میخوام بهتون نگهداری گیاه پتاس طلایی توی 5 دقیقه توضیح بدم. تمام نکته ها در مورد بزرگتر شدن برگا، طلایی شدن برگا و چیزهای دیگه. پتاس طلایی راحت ترین نوع خانواده پتاسه. این گیاه نگهداری خیلی ساده ای داره و برای تازه کارا خیلی مناسبه. توی دمای بین 7 تا 25 درجه خیلی راحت زندگیشو میکنه. رطوبت زیادو میپسنده، توی رطوبت کم هم میتونه تحمل بکنه و زندگی کنه. خیلی قانعه. اصلا ادایی نیست و لوسبازی در نمیاره. توی نور کم میتونه زندگی بکنه، توی نور زیادم رگه های طلایش خیلی بیشتر میشن. توی نور مستقیم آفتاب نذاریدش، بلکه برگاش میسوزن. نور فیلتر شده براش مناسبه. پشت پنجره باشه عالیه، ولی پشت پنجره شمالی جنوبی باشه اونم میسوزن برگاش. آفتاب تیز نباید بخوره بهش. در مورد آبیاری اگه بخوام بهتون بگم، این گیاه ادا اصولی گفتم که نیست. اگه زیاد آبیاری بکنید مصرفش میکنه، اگرم کم آبیاری بکنید منتظرتون میمونه. ولی اگه دوست دارین خیلی پرفکت ازش نگهداری بکنین، هر وقت که نصف خاکش خوش شد اون وقت آبیاری بکنید. چک بکنید ببینید که چند سانت روی خاک گلدونتون خشکه یا هنوز مرطوبه. اگه روی خاک خوش شده بود اون موقع آبیاری بکنید. مقدار آبیاری هم مثل هر گلدون دیگه ای بین 1/3 تا 1/4 حجم گلدون. مثلا گلدون 1 لیتری بین 250 تا 300 میلی لیتر آب نیاز داره. اگه توی تابستون باشه مثلا میتونم بهتون بگم هفته یک بار آبیاری نیاز داره، و توی زمستون مثلا هر دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار. ولی خب اگه قبل از آبیاری روی خاک رو چک بکنید، حساب کار دستتون میاد که چند وقت به چند وقت گلدونتون خوش میشه، چون همه اینا بستگی به دما و سایز گلدون، سایز گیاه، نور، خاک، همه این چیزا تاثیر میذارن روی اینکه شما هر چند وقت یه باری باید آبیاری بکنید. چیزایی که در مورد خاک و کود باید بدونید، اصلا کلا این گیاه قانعه دیگه. خاک معمولی، خاک گلدون بذارید براش با یه مقدار پرلیت حال میکنه. بهش کود بدید خوشحال میشه، یادتونم بره کود ندید بازم خوشحاله. از خاک بگذریم، این گیاه راحت میتونید داخل آبم ازش نگهداری بکنید، رشد میکنه بر خودش. توی سیستم لکا هم خیلی خوب جواب میده. ولی خب همچین موقعی وقتی توی آب یا توی لکا ازش میخواید نگهداری بکنید، حتما دقت بکنید که کود مخصوص هیدروپونیک بهش بدید که ضعیف نشه. و آبم باید مدام تعویض بکنید، هفته یه بار باید آبو عوض بکنید که جلبکی نشه و گندیدگی به وجود نیاره. در مورد تعویض گلدون هم اگه بخوام بهتون بگم، هر وقت ریشه از زیر یا از بالای گلدون داشتن میزدن بیرون، وقت تعویض گلدونتونه. این گیاه ریشه های خیلی زمختی داره، بعد خاک هول میده به بالا وقتی جاش نباشه. دیگه اینجوریه که مشخصه که باید جاشو عوض بکنید. اگه میخوای رگه های ابلقش بیشتر بشن، بهش یکم بیشتر نور بده. اگه نور کم باشه برگای گیاهتون سبز میشن اکثرا. اگه میخوای برگ پتاس بزرگتر بشه، اونم بستگی به این داره که چقدر خاکتون قوی باشه، چه مقدار کود بدین. و نکته اصلی و مهمترین نکته اینه که از قیم استفاده بکنید. اگه قیمتون از این معمولی ها باشه که با چوب وصلن، خب باید گیاه رو با سیم یا تناب یا یه چیزی به قیم وصل بکنید تا ریشه دار بشه. اگه از قیمی که با تلق و خزه درست میشه استفاده میکنید، خب دیگه خیلی بهتر. اینا خیلی سریع گیاه رو ریشه دار میکنن. اگه برگای گیاه شروع کردن به زرد شدن و ریختن، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اصلی ترینش نوسان توی آبیاریه، یا خیلی خوش نگهش میدارید یا خیلی خیس یا متغیر. استرس آبیاری بهش وارد میشه، یا استرس دما یا آفت. اگه برگا شروع کردن زرد شدن و ریختن، این سه تا نکته رو بهش دقت بکنید، چک بکنید ببین مشکل از کجاست. اگه برگاش میسوزن، اونم سه تا دلیل اصلی داره. یکی این که دما خیلی زیاده، دومی که نور شدیده، و سومی که کوددهیتون زیاده. اگه پرپشت نیست و
فاصله بین برگا زیاد و برگا جدا جدا رشد میکنن، نورتون کمه. این بدبخت داره تلاش میکنه که به یه نوری برسه، اینجوری خودشو داره میکشه، برای همین دراز میشه. این گیاه خیلی دوست داره که همینجوری بخزه بره بالا. اگه نمیخواین از قیم استفاده بکنید، سعی کنید حتما به در و دیوار نگهش دارید یا هرسش کنید. همین دیگه. اینم از نگهداری پتوس طلایی. در مورد قلمه زدن و تکثیرش هم تو ویدیوهای قبلی چندین راه توضیح دادم دیگه، اینجا وقتتون رو نمیگیرم. انواع دیگه پتوس مثل نئون، مرمری، ارتشی، ساتن، سنو کوین اکثرا نگهداری مشابهی دارن، غیر از اینکه همشون نور بیشتری نیاز دارن نسبت به پتوس طلایی. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب بکن و تا ویدیو بعدی شب و روزتون سبز و خونه هاتون گلگلی.